بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. امیدوارم صحتمند باشین. در درس گذشته و در جلسه هشتم نظر بایبل و نظر یهودیت را در مورد اسماعیل علیه السلام و هاجر که در به امر ساره اونا را ابراهیم علیه السلام از خانه تبعید کرده بودند خواندیم، و حال نظر قرآن و نظر اسلام را در این مورد میخوانیم که نظر بایبل کاملا نادرست و غلط بوده، بلکه ابراهیم علیه السلام به اساس امر مولا خود یعنی الله جل عظمته هاجر و اسماعیل علیه السلام را به منظور یک هدف بسیار مقدس و بزرگ در صحرای مکه مکرمه گذاشته تا اونجا در آینده خانه ای را آباد بکنند که او معبد تمام انسان‌های جهان گردد. و حال نظر اسلام را در این مورد می‌خوانیم و نظر قرآن را. عنوان درس ما شماست نظر قرآن در مورد خانواده ابراهیم علیه السلام. قبلا عرض کردم که بایبل چقدر الفاظ رکیک را استعمال کرده در این مورد. چگونه شخصیت مانند ابراهیم علیه السلام، پدر و پدر کلان پیامبران بیشماری، شخصیت ابراهیم علیه السلام که ما همگی به ملت اوستیم، این قسم کار دور از عدالت و غیر عاطفی را انجام دهد که به اصطلاح بایبل به تحریک ساره یعنی شخصیت ابراهیم علیه السلام زن دیگر خود را با طفل صغیر بگیره و در دشت و بیابان را تبعید بکنه، و به منظور خوشحالی یک همسر دیگر خود را که طفل شیرخوار در آغوش دارد یعنی اسماعیل علیه السلام از خانه بیرون کند. یعنی او طفل اسماعیل علیه السلام. قرآن این سخن را از پایه و اساس رد می کند. حقیقتا که اسلام این ادعا را کاملا رد می کند و می فرماید که ابراهیم علیه السلام همسر خود هاجر و پسرش یعنی اسماعیل علیه السلام را به امر الله تعالی در مکه گذاشت، نه به امر دیگه کسی، و بعدا با دعا کرد که دعاش را قرآن کریم نقل میکنه و هر روز میلیون ها مسلمان ها او را تلاوت میکنه و ترجمه میکنه و تدریس میکنه. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن
انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. آیات متبرکات سوره ابراهیم شماره 37 تا 40. ترجمه ای آیات متبرکات این است: ای پروردگار ما، هر آینه من ساکن ساختم برخی از اولاد خود را. ربنا اینی اسکنت من ذریتی، پروردگار را من ساکن ساختم و مسکن گزین ساختم برخی از اولاد خود را، به وادی بزرع نزدیک خانه محترم تو، به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ای پروردگار ما، تا برپا دارن نماز را، پس بکن دل چند از مردمان را رغبت کننده به سوی ایشان. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، که هر سال میبینیم به میلیون ها، یعنی بلک ها نفر مسلمان میرن و اونجا مناسک حج را اجرا میکنن و انجام میدن. پس بکن دل چند از مردمان را رغبت کننده به سوی ایشان و روزی دی ایشان را از میوه ها تا بود که ایشان سپاسگزاری کنند. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ای پروردگار ما، تو میدانی هر آنچه پنهان میکنیم آشکار مینماییم. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. و پوشیده نمی شود از این دعای ابراهیم علیه السلام که قرآن آن را بیان کرده است. از این دعای ابراهیم علیه السلام ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. و پوشیده نمیماند بر خدا هیچ چیز، نه در زمین و نه در آسمان. الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. سپاس و حمد مر خدای راست که دادد بر ما در سن پیری دو پسر، یعنی اسماعیل و اسحاق را. ان ربی لسمیع الدعاء، یقینا پروردگار من شنونده دعا است. رب اجعلنی مقیم الصلاه، پروردگارا مرا بگردان برپا دارنده نماز. و من ذریتی، و اولاد مرا هم برپا دارنده نماز بگردان پروردگارا، و دعای مرا قبول کن. تا به اینجا از این دعای ابراهیم علیه السلام که قرآن آن را بیان نموده و بیان می‌دارد، چند نکته به صراحت آشکار می‌شود. و آن این که ابراهیم علیه السلام همسر و پسر خود را زمان در دشت مکه گذاشت که کاملا خشک و خالی بود. این یک موضوع، یعنی ابراهیم علیه السلام همسر و اسماعیل علیه السلام را، یعنی هاجر و اسماعیل علیه السلام را در او وقت در دشت مکه رها کرد و گذاشت که کاملا خشک و خالی بود.
هیچ کسی در اونجا نبود، انسان در اونجا وجود نداشت، بوته درخت در اونجا نبود، آب در آنجا نبود و هیچ بوته در آن نرویده بود. خب این کار را به امر کی کرد؟ این کار را به امر الله تعالی انجام داده بود. خب از چه خاطر؟ تا بعد از چند سال در آنجا خانه محترم و مکرم الله تعالی یعنی بیت الله را بسازد. در مقدمه هم عرض کردم که ایره به امر الله تعالی اونجا برد و یک هدف بزرگ در اون نهفته بود که او عبارت از ساختن و تعمیر بیت الله و خانه الله تعالی بود که فعلا اون هر سال مناسک حج اونجا انجام می‌یابد و در اوقات دیگر هم مردم به خاطر عمره اونجا می‌روند و امو یاد اسماعیل و هاجر را در اونجا زنده نگه می‌دارند. بعد از چند سال در آنجا خانه محترم و مکرم الله تعالی یعنی بیت الله را بسازند. به خاطر روزی دادن، نرم شدن و تمایل دلهای مردم به سوی آنها به درگاه الله تعالی دعا نمود، یعنی اونا را که اونجا مان بعدن دیگه به الله تعالی دعا کرد و دعایش را قرآن کریم نقل کرده که من خدمت شما ترجمه و ترجمه او را گفتم و تلاوتم کردم. و به این منظور این کار را کرد، یعنی به این خاطر اونا را در اونجا رها کرد که در آنجا هیچ خس و خاشاک آب و نان وجود نداشت، هیچ چیز وجود نداشت، ولی یقین داشت که الله تعالی اینا رو روزی میده و الله تعالی تمام ضروریات آنها را اونجا پیدا میکنه و میآفرینه و مهیا میکنه. مطمئن بود که الله تعالی دعای او را قبول میکنه، به اطمینان داشت. و ما شما هم هر وقتی که دعا میکنیم و از الله تعالی چیزی میخواهیم باید مطمئن باشیم که الله تعالی دعای ما را قبول میکنه، مطمئن باشیم، هیچ شک و شبهه را در دل خود جای ندیم و حقیقتا که الله تعالی دعای بنده مؤمن خود را قبول میکنه و حتی دعای کافران را قبول کرده است. وقتی در جایی که خطر مرگ برای کافران موجود میشه و اونها دعا میکنند که اونها را نجات بده، قرآن کریم حکایت میکنند که اونها را نجات میداد الله تعالی، خب منتها بعد از اینکه اونها نجات میابند باز پس دوباره مشرک میشه. ما و شما همیشه وقت دعا میکنیم به این متعقن باشیم که دعای ما را الله تعالی قبول میکنه، چرا الله تعالی فرموده است که اجیب و دعوت الدعا، قبول میکنم دعای دعا کننده را. جای دیگه میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار تو فرمود که به ما دعا کنین، من دعای شما را قبول میکنم و چون به خاطر قبول میکند که او سمیع قریب مجیب است، هم سمیع است هم قریب است، میشنوه و هم مجیب است، دعای ما را قبول میکنه. مانند این که در پیری به او اولاد داد، اموتو که در پیری که هیچ گمانش نمی آمد به او اولاد داد، اموتو اینمی اولادایش هم اونجا نگهداری میکند الله تعالی و ضروریاتش آماده میسازد و او را روزی میده. و همچنان از الفاظ ابراهیم علیه السلام یعنی از دعای ابراهیم علیه السلام معلوم میشد که اسماعیل علیه السلام از اسحاق علیه السلام بزرگتر بود، سنن بزرگتر بود و این ادعای بایبل کاملا غلط است که او گفته که اسحاق بزرگتر است. در الفاظ دعا عاطفه قوی او نسبت به زن و فرزند، دلسوزی عمیق و محبت قوی او مانند دریای خروشان انعکاس یافته است. شما اگر تلاوت بکنین همین آیت کریمه را که من تلاوت کردم، ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، و بعضم ربی 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 به پروردگار خود دعا کرده است، به شنیدن این دعا از چشمان هر پدر مهربان اشک جاری می‌گردد. بناهن اظهارات بایبل و نظرات بایبل در مورد در هر مورد و در این مورد اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و همچنان در مورد
ابراهیم علیه السلام و در مورد ساره و در مورد هاجر همه بی اساس و غلط بوده و قابل قبول نیست و نمیشد که یک انسان عاقل ای تو الفاظ به الله تعالی نسبت بده که گویا بایبل هم کتاب الله تعالی است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.